با برنامه پادکست صدای سکو با شما هستیم. میزبان قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد آسیا شیروان محبی. سلام شیروان جان، مرسی که قبول کردی بیای تو برنامه ما. سلام، منم خسته نباشید میگم به شما و برنامه خوبتون و ممنونم از شما که مثل همیشه حامی ورزش کشتی و کشتیگیر هست. خیلی ممنون، مرسی. خب شیروان، قبل از اینکه در مورد کشتی صحبت کنیم میخواستم ازت یه سوال کنم، شاید سوال خیلی ها باشه، سوال خودم هم هست همیشه که چرا تو رو شیروان صدا میکنن؟ اصلا شیروان یعنی چی؟ من شیروان که یه اسم تاریخیه توی ایران و فکر کنم اسم یکی از سرداره حالا زمان گذشته باشه و هخامنشیان، ولی خب من چون که نوه بزرگ خانواده موهبی هستم، عموام و مادر بزرگم تصمیم گرفتن که اسم من یدالله بذارن توی شناسنامه، ولی خب حالا بعدش دوباره همونا تو خونه منو شیروان صدا کردن و همین شیروان موند و شاید الان بیشتر مردم منو با شیروان بشناسن تا یدالله. آره، برام جالب بود که آقای خادمم کنار توشک موقع کش کردن شیروان صدا میکرد، گفتم پس این کلا جا افتاده. بله، آقا رسول هم همیشه شیروان منو صدا میکردن. یه بارم خاطر جالبی بود که یکی ازم پرسید، گفت که این یدالله محبی کیه کشتی میگیره؟ گفتم که من خودم هستم و اینا. بعد گفت که تو مگه شیروان نیستی؟ گفتم نه. جالبه، دوم من میشه. بله، یدالله خیلی جالبه، از خود آدم بپرسن یدالله محبی کیه که کشتی میگیره. خودم هم. خب تو یه خانواده کشتی بلد هستی، همه میشناسن عماتو، در واقع کسی که کشتی باشه، اهل کشتی باشه میدونه برادران محبی کیان در تاریخ کشتی ایران. بله. نقش اونها تو کشتیگیر شدنت بگو. خب شاید این لطف خدا بوده که حالا من توی همچی شرایطی بزرگ شدم و قبل از من، حالا قبل از عموام، حتی پدر بزرگم توی این راه بوده، یعنی کشتیگیر بوده. بعدش خب پدرم و عموام اومدن و ادامه دادن راه پدرشون رو. بعد از اونم خب حالا خدا این لطف ما کرد که من، عرشک و روزبه کشتی گرفتیم و حالا روزبه توی مقطعی به خاطر یه آسیب دیگه که داشت دیگه کشتی رو کنار گذاشت، چون که دکترها گفته بودن نمیتونه ادامه بده. من و عرش که حالا داریم کشتی میگیریم و خب شاید مشوق اصلی ما هم همون پدرم و عموم هست. عموماتون. خب پدرت با اینکه به اعتقاد خیلی از کرمانشاهی ها گنجینه فنون کشتیه، اندازه عموات در سطح اول مربیگری و مثلا قهرمانی و اینها تو کشتی هیچ وقت ظاهر نشده. علت این که عموات خیلی درسته موفق بودن، البته پدر زمینه ساز موفقیت دوتا عموت بودن، اما اینکه پدر چرا خیلی درسته توی کشتی نبوده، علتش چیه؟ پدر من فکر کنم از سن 24 سالگی مربی میشه و خیلی زود بوده برای یه ورزشکار که حالا بخواد 23-24 سالگی مربی بشه. مربی خیلی از دوستاش، هم دوره‌ایاش و از جمله عموام که توی سالونی که تمرین میدادن، حالا من نبودم یعنی، ولی تعریفاشو شنیدم که یه سالون کوچیک بوده و توی کرمانشاه، از اونجا شروع میکنن و خب بیشتر، حالا شاید یکی از دلایل اصلی که خودش زیاد دیگه نتونسته کشتی رو ادامه بده اینه که بیشتر وقتش رو برای عموام گذاشته و حمایتایی که پدرم کرده اون زمان باعث شده که به نظر من عموام پیشرفت چشمگیری داشته باشه. خب یه چیزی که برای خودم خیلی جالب بود، البته در صحبت کردم با جاوید ادبی احتمالاً بشناسی، این اطلاعات رو این مقدار بله کسب کردم، نقش زن در خانواده محبی ها و در مرحله بله بعد نقش مادر، در واقع در موفقیت بله و ثبات برادران محبی که عموهای تو باشن، مادر خانواده یعنی بله حاجی خانوم نقش خیلی کلیدی داشته. چقدر هنوز بله مادر بزرگ شما
کشتی ها رو دنبال میکنه، در مثلا موفقیت تو عرشک نقش داره، چقدر شما رو مثل عمواتون تشویق میکنه یا مادر خودتون؟ خب بله، الان همجور که آجاوید دیگه، خب آجاوید یه ارتباط نزدیک با خانواده ما دارن و تو ریز جزئیات هستن. خیلی از تصمیمات اصلی خانواده ما رو همین الان هم مادر بزرگم میگیره و حالا بعد از اون مادرم، و توی به نظر من توی موفقیت حالا عموام، بعدن حالا تا لول پایین‌تر ما، این خیلی مهم بوده و تاثیرگذار بوده تو این کار. و الانم کشتی‌های من و عرش گفت که خیلی اصلا میگن که نمیتونن ببینن، حالا بعدن فیلماشو میبینن چون انقدر میگن استرس داریم و انقدر که فشار آره عصبیشونه نمیتونن نگاه کنن، نه مادرم نه مادر بزرگ و عمه. آره، و بعدن حالا نتیجهشو یا میپرسن یا اینی که از اخبار یا فیلما دنبال میکنم. سخته. ما که یه هوادار معمولی هستیم بعض وقتا کنار تو چنگ سکته میکنیم تا یه فن به شما آخرش برسه. برای خانواده آدم که کاملا قابل تصور چقدر سخته. بله. جای خوندم که عموی بزرگترت گفته بود که وقتی تو یعنی در واقع سنگین وزن خیلی جدی و حرفه کشتی رو شروع کردی. دقیقا از چند سالگی کشتی رو شروع کردی؟ من سال آخر جوانانم بود، یعنی فکر کنم 20 سالم بود که اولین مسابقه کشوری جوانان رو رفتم. اونجا مقامی کسب نکردم ولی مسابقات سوم شدم اونجا، و بعدش انتخابی تیم ملی آسیب دیدم، زانوم آسیب دید همون سال، به حدود یه فکر کنم یک سالی عقب افتادم، نتونستم مسابقه بدم و استراحت کردم. حالا با فیزیوتراپی و اون دکترایی که بود اون پیگیری کردم روند درمانمو، باعث شد که حالا یک سالی عقب بیفتم. ولی خب بعدش اومدم دوباره از بزرگسالان شروع کردم، بزرگسالان قهرمان سوم ایران شدم سال اولی که شرکت کردم، بعد جام تختی سوم شدم، سال بعد قهرمان کشور شدم و انتخاب تیم ملی هم اول شدم. همون سال 2017 بود اولین بار. 2017 بله. در واقع همون سالی که رفتی مسابقات جهانی پاریس. بله پاریس. از تجربه انتخابی اون سال بود، اون سال بگو چی تو رو به هدفت رسوند و تونستی عضو تیم ملی بشی و با کشتی های خوبی هم پاریس گرفتی؟ بله، خب اون سال اولی بود که من توی انتخاب تیم ملی، سال اولی بود که من سنم بزرگسالان بود و توی انتخاب تیم ملی شرکت کردم، چون یه بار جوانانم بودم بزرگسالان کشتی گرفتم که اونجا مقام نیاوردم، ولی سال اولی بود که بزرگسالان شده بودم. فکر کنم حدود 40 روز قبلش قهرمان آسیا شدم توی دهلی. بعدش که خب اون زمان آقای خادم سرمربی بودن، یه فرصت به کشتیگیرا دادن، گفتن که حالا 40 روز بعد انتخابی تیم ملی است توی ورزشگاه آزادی. خب اون سال واقعا خیلی از خوبای کشتی ایران توی 120 کیلو کشتی گرفتن، آقای کامل قاسمی بود قهرمان المپیک شده بود 6 ماه قبلش، بعد از اونم خیلی از بزرگای کشتی یعنی مدعیان رو از 120 کیلو کشتی گرفتن. خب حالا لطف خدا بود و برنامه ریزی های خودم و تلاشی که اون 40 روزی که من توی کرمانشاه تمرین کردم زیر نظر عموم، و باعث شد که من بتونم بیام و اول بشم. اون سال چه رقیبایی رو بردی تا نفر اول تیم ملی شدی؟ من با آقای طاهری کشتی گرفتم، امین طاهری رو بردم، آقای جعفر شمس رو بردم، سعید امیری کرمانشاه با من کشتی نگرفت، بکنم دوبارم به آقا کمیل کشتی گرفتم، 5 یا 6 تا من کشتی گرفتم.
خب تو پاریس دو تا رقیب خیلی خوب رو از جلو راهت برداشتی، موزماناشویلی ازبک و زاسیف اوکراینی. خصوصا کشتی با بله زاسیف خیلی کشتی خوبی بود. کدوم کشتی برات سخت‌تر بود بله توی پاریس قبل از اینکه برسی تو یک چهارم نهایی به آمریکا، که خیلی به نظرم اون کشتی بحث برانگیز بود که با اختلاف بله یک امتیاز باختی. من یادمه که سر هنوزم که اسم اونجا میاد واقعا الان، یعنی یه روز خیلی بد بود تو زندگی من و خاطرش هیچ وقت یادم نمیره. خب من اولین بارم بود که جهانی کشتی میگرفتم، حالا سنم هم فکر کنم 23 سالم بود. خب اون زمانم سرمربی قادم بود، شرایط بدنی من واقعا خوب بود، یعنی کشی که مثلا با کشتیگیر ازبک گرفتم، آلن زازایف که قهرمان دنیا بود دور اول استراحت کرده بود، یعنی من یه دور کشتی گرفتم با اون ازبک، دور بعد با اون کشتی گرفتم، اون که تازه کشتی هم نگرفت. اون دو تا کشتی رو که بردم، من شاید کم تجربگی خودم باعث شد که من فکر کنم توی مسابقه به مدال رسیدم، حالا یه جورایی دست کم گرفتم حریف آمریکایی من و خب واقعا هم حق منو خوردن توی مسابقه شما که بودید و دقیقاً خاطره که دارم یادم به من اونقدر عصبی شدم سر یک امتیازی که واقعا حقت بود به خاطر بیرون رفتن پای حریفت بهت ندادن، که با جورنالیستا و خبرنگارای آمریکایی که کنار ما نشسته بودن بحثم شد. اونها خوشحال شدن و من داشتم میگفتم که نه این فیر نبود، عادلانه نبود، اینجوری بود. و بعد که یادم دوستم مریم منو آروم کرد که حالا بی خیال و فلان، بعد داشتم با اینو بحث میکردم که حق آمریکایی این امتیاز نبود و این. آره یادمه، ولی خب کشتی خوبی بود، برها تجربه اولت بود و خیلی با سکو فاصله نداشتی، ولی خب کار بزرگی کردی. پارسال قزاقستان برای ایران سهمیه المپیک گرفتی. خود فکر میکنی که چقدر با سکو فاصله داشتی تو نور سلطان؟ نور سلطان یه شاید برای من واقعا، من با برنامه ریزی قبلی توی مسابقات جهانی کشتی نگرفتم، یعنی انتخاب شدن من شاید دو هفته قبل از مسابقه مشخص شد که من مسابقه میام، دو هفته یا سه هفته. و شما که خودتون میدونید برای مسابقات جهانی اونم توی 120 کیلو حداقل آدم باید از 3 ماه 2 ماه 40 روز قبل اطلاع داشته باشه که فیکس تیم ملی، برنامه ریزی، آنالیز حریفات، اون شرایط روحی که برای مسابقه داری و باید توی مدت زمان طولانی تری بتونی به دست بیاری. خب حالا با شرایطی که آقای هادی داشتن و نتونستن به مسابقه برن و کادر فنی با من صحبت کردن که چون که من دوم شده بودم انتخابی تیم ملی، گفتن که شما باید بری. و تو اون مدت هم خب البته من تمریناتم قطع نکرده بودم، خب حالا شاید یه ذره شدتش کم شده بود و بی‌انگیزه تر شده بودم نسبت به کسی که میخواد توی جهانی کشتی بگیره، ولی خب تمریناتم رو داشتم و با حالا با برنامه ریزی هم که کادر فنی برام انجام داده بودن، آقای غلام محمدی، آقای ابراهیم مهربان، من توی قزاقستان کشتی گرفتم و اونجام که شما بهتر از من می‌دونید. نه خب نکته خوبی اشاره کردی که به نظرم همچنان این مشکل تو انتخابیات تیم ملی ما هست که کشتیگی تا دو هفته قبل از اعزام نمیدونه که داره میره یا نه، در صورتی که استانداردش اینه که در اکثر کشورها حداقل دو تا سه ماه جلوتر کشتیگیرای تمام اوزانشون مشخصه، کشتیگیر میدونه داره میره، باید چقدر باید وزن کم کنه، چه جوری باید خوش آماده نگه داره. در مورد انتخابیه 2018 نمیدونم بخوای صحبت کنی یا نه، خیلی بحث برانگیز بود مبارزت با پرویز هادی. 2018 چی شد که عضو تیم ملی نشدی؟ 2018 بازم من بودم و آقای هادی، حالا شاید
اصلی ترین حریفای اون وزن من و آقای هادی بودیم که شاید من دوست ندارم زیاد در مورد حالا داوری یا شرایط مسابقه صحبت کنم، چون که پشتیگیر پشتی ورزشی که به نظر من خودت باید حق تو بگیری، حالا روی دوشک بیرونش هم دیگه حرف زدنش فایده ای نداره. نداره. آره، ولی خب من احساس میکنم شاید اونجا یه خورده بازم در حق من بی‌انصافی شد. خب دیگه قسمت این بود که آقای هادی بره و خدا رو شکر که نتیجه خوبی هم گرفت. کشتیگیره واقعا خوبیه آقای هادی، ولی خب بله. واقعا حرف و حدیث اون مسابقات و داوری ها زیاد بود که یادم خودم هم یک مطلبی نوشتم در مورد اینکه ناعدالتی شد توی امتیاز دادم به شما. من خیلی خوشحالم که تو سهمیه المپیک گرفتی، این خیلی مهمه الان برای تمام انرژی تو باید بذاری برای سال 2021. خب شیروان جان، کسی هست که خیلی ازش تاثیر گرفته باشی، چه تو زندگی حرفه‌ایت، ورزش کشتی، چه به طور کلی تو زندگی شخصیت، اگه بخوای اسم یه نفر رو بگی؟ من محمد حسن محبی عموم خیلی تاثیر داشته تو زندگیم، حالا تو رفتارش، توی ورزشش، خیلی برای من مهمه که مثلا الگو میگیرم. با کدوم مربی خیلی خوب نتیجه میگیری؟ یعنی کنار تو شک باشه خیلی تأثیر گذاره برات. من واقعا اینو بدون هیچ اغراقی میگم، اینی که من با مربیه که کار کردم اکثرا اونا با من، احساس من این بوده که تمام تلاششون رو برای من کردن که حالا چه تو سطح استان چه کشور، حالا بعدم مسابقات بین‌المللی و جهانی، و مربیه که کنار من بودن خدا رو شکر این لطف خدا به من داشته که واقعا دلی خواستن که من بهترین نتیجه رو بگیرم. منم حالا مشکلی با هیچ مربی نداشتم که بخوام بگم مثلا اگه این نباشه من نتیجم بهتر میشه یا نه، ولی خب به نظرم اگه آقای خادم اون سال 2017 کنار دوشک بود نتیجه تیم خیلی فرق میکرد، حالا شخص من و تیم خیلی موثرتر بود که خودش اگه میگی، یعنی خودش مستقیم کوچ میکرد نه اینکه بله که از پشت کوچ کنه. از پشت جالب. من خب البته تو کوچینگ آقای خادم که واقعا شکی نیست، خیلی یادمه که تو خیلی از مسابقات کوچینگش نتایج رو عوض کرده. خب شیرمان، من چند تا کلمه میگم در موردشون حرف بزن. من بهت کلمه ها رو دادم چهار تا، بعد یه تقلب جاوید رسون دو تا دیگه اضافه کرد در مورد حاجی خانم که حرف زدیم، ولی حالا اگر بگم حاجی خانم چی بگی؟ حاجی خانم یه بزرگتر خوب. جعیان این علی گودرز چیه؟ این یه شوخیه بین من و بهمن تیموری. خب من و بهمن چندین سال هم تیمی هستیم، حالا توی لیگ با هم هم اتاق بودیم، توی اردو تیم ملی چند سال با هم هم تیمی حالا هم اتاقیم، یه دوست مشترک داریم که توی علی گودرز زندگی میکنن و این همیشه یه چیزی داره دیگه، یه شوخی با ما میکنه برام جواب. بهمنم خودش اصلیتش یه رگش، یعنی مادرش فکر کنم کوتشتیه، لرستانیه. اوکی. آره. من اگه اینو پرسیدم به خاطر کامنت بهمن تیموری بود، گفت ازش بپرسید بله در علی گودرز چجوری تمرین میکنه، اینجوری گفت بکنه. آره. پاترول دو در. پاترول دو در. آقا من به خدا تو زندگی شما دخالت نمی کنم، با اینا رو جاوید گفته. آره، یه موقعی ما بچه بودیم، یعنی چند سال پیش که من مثلا شاید 7 8 سالم بود، ماشین خیلی خوبی بود دیگه بابای من داشت، یه دونه پاترول دو در داشت که تقریبا معروف شده بود توی کرمانشاه. چرا معروف شده بود؟
خب مثلا ماشین روز بود و بابا همیشه آره دیگه پاترول دودر محله فیض‌آباد. اصالت ما اونجاست دیگه، اصالت ما همون محله خودت هم اونجا به دنیا اومدی؟ که من نه، من یه خورده بالا شهر به دنیا اومدیم و آره با افتخار اونجا رو نداشتیم نداشتیم، ولی عموها و بابا بچه من آره. فیض‌آباد عموها پدرم هم همین الان مادر بزرگم اینجا، مادر بزرگم اینا اونجا زندگی. خب شیما، من خودم معتقدم که نقطه قوت تو تو کشتی سر و گردن گرفتن و یعنی رو سر گردن کار کردن و خیمه زدن. بله. خیلی خوبه، خود موافقی؟ بله من خود فکر میکنی شگرد خودت چیه و تو چی باید بیشتر کار کنی؟ همینه که این دو موردی که شما گفتین شاید نقطه قوت من بوده و هر موقعی که این دوتا رو خوب اجرا نکردم من با مشکل روبرو شدم. یعنی اگه من تو هر مسابقه تونستم این دو برگ برندم رو کنم و بتونم مثلا اجراش کنم، نتیجه کشتی به نفع من شده. ولی با بعضی وقتا هم شده که نه اشتباه کردم، حالا یا حریفم آنالیز بهتری از من داشته و نتونستم من این کارا رو به خوبی انجام بدم. ولی خب یه ایرادات فنی دیگه ای هم دارم که حالا هر کشتیگیری داره. الان بیشتر رو اونا فوکوس کردم و دارم اونا رو دنبال میکنم که اونا رو بهتر کنم. خیر از حریفای داخلی، تو حریفای خارجی دوست داری با کی کشتی بگیری که تالا کشتی نگرفتی و به نظرت فنی ترین سنگین وزن کشتی آزاد کیه الان؟ من با اکثر مدعیان کشتی گرفتم، یعنی کسی فکر نکنم باشه که من باش کشتی نگرفته باشم. به نظرم تاگل و پتروشویلی جز بهترین کشتیگیرای حالا تو هر جاد واقعا مثل یه سبکوز کشتی میگن توی 120 کیلو و اینو به نظرم بهترین فنیترین کشتیگیرای شکست ناپذیر نیستن. نه خب ثابت هم شده که دقیقا اولمپیک میدی دنبالشو انشالله. تو معمولا در طول 6 دقیقه مبارزه کشتی به چی فکر میکنی؟ وقتی جلو میفتی چی تو ذهنت میگذره؟ وقتی عقبی به چی فکر میکنی؟ من همیشه برای برد رفتم روی دوشک، یعنی این نبوده که جز این حالا بخوام برنامه مثلا بگم که خوب کشتی بگیرم، یعنی به اینی که من فقط زمانی راضی میشم که برنده باشم و از ثانیه اولم تا اون لحظه که داور سوتو میزنه من دنبال اینم که حریفمو شکست بدم و من برنده از بشکی بودم. مسابقه تو خاطرت هست که خیلی برات جالب باشه، خاطر انگیز باشه؟ برای خودم کشتی گرفته باشم؟ همون انتخابی 2017 برای من خیلی جالب بود. با کی؟ خاطرات خوبی بود. قاسمی. بله. اولین بار بود اونجا باش کشتی میگرفتی؟ بله. شیروان، خودتو بذار جای طرفدارت. از شیروان چه انتظاری داری؟ من خب مردم لطف دارن و انتظاراتش رو بیگل بهم، یعنی تعارف بام ندارن که نخوام بگن و اینا. بعضی وقت هم دیگه زیادی لطف دارن دیگه. آره حالا من بیشتر ما همه رو خوب میبینیم، به دید خوب نگاه میکنم و مستقیم تو رو خودم میگن که باید این کار رو بکنم، یه سال بری نتیجه بگیم و منتظریم. تو چی میگی؟ من هم میگم چشم دیگه رایی نداری. چیزی هست شیروان که اگه زودتر تو زندگیت میدونستی یا یاد میگرفتی بیشتر بهت کمک میکرد؟
من هیچ وقت تأسف گذشته رو نمی کنم تو زندگی، حالا چه زندگی شخصی چه زندگی ورزشی. همیشه دوست دارم که آینده رو دنبال کنم و به فکر گذشته واقعیتش نیستم، حالا چه خوب بوده باشه چه بد، بالاخره تموم شده. حالا یه بداش یه تجربه بوده برای ما و خوباش هم یه خاطرات خوشی. و زیادم من واقعیتش به گذشته فکر نمی کنم و همیشه دوست دارم آینده بهتری داشته. این که خیلی خوبه. منظورم از این سوال این بود که وقتی برگردی به گذشته مثلا ببینی که خب اگر اینجا این چیزها فراهم بود، نه حالا فقط دونستن چیز، بله، چیزی فراهم بود میتونست در موفقیت الان تو بیشتر تاثیر بذاره. خب شاید باید زودتر به کشتی میومدم. گفتی چند سالگی اومدی؟ 19، من 20 سالم بود. 20 سالت بود. اگه مربی بشی خودت رو چی تمرکز میکنی؟ چی برات مهمه به عنوان مربی؟ من به عنوان یه مربی همیشه دنبال این هستم که کشتیگیر بهم اعتماد داشته باشه، که چه توی شکست توی پیروزی من حامیش هستم و هیچ وقت تنهاش نمیذارم. خیلی خوبه، خیلی خیلی نکته مهمیه. سرگرمی مورد علاقت چیه؟ غیر از کشتی چی کار میکنی؟ البته کشتی سرگرمی نیست ببخشید، ولی منظورم که در کنار کشتی زندگیت با چی پر میشه؟ من خب یه اسب دارم. یه اسب داری؟ آره یه اسب دارم، یه دونم سگ دارم. چه جالب، چه خوب. اسم دارن؟ آره بیشتر، آره اسب دارم اسمش هرکوله. جدی؟ آره بله بله. چه اسم خوبی. خیلی آره، چون از بچگی هم بزرگش کردم و یعنی از شاید از 7-8 ماهگی که از مادرش جدا شده دیگه پیش خودم بوده، خیلی وابسته است اون دیگه. آره منم به اون وابسته. سگت اسمش چیه؟ اونم اسمش جوه. جو. سوال بعدیم اینه که ایراد بزرگ مدیریت کشتی ایرانو چی میدونی؟ مدیریت کشتی ایران شاید سلیقه گرایی، اون که 100%، یعنی اینی که یه ثبات خاصی نداره. واقعیتش اینه که کشتی شاید یه ثبات، البته اکثر ورزش‌ها توی ایران همین شرایطو دارن، ولی خب الان هم که کشتی حالا جزی از ورزش ایرانه، ولی خب به نظر من اینی که آقای دبیر، حالا نه اینی که خدا رو نکرده آقای خادم رفته باشه من بخوام بگم که حالا چون رفته این حرفا رو بزنم یا ایشون اومده، نه، ولی یک نفر هیچ وقت نمیتونه موفق باشه توی یه سیستم. یعنی همه تصمیم ها خود ایشون، مثلا همه تصمیم ها رو بخواد بگیره و همه حوزه ها فعالیت داشته باشه، از جز شاید بهترین تصمیمات رو همیشه بگیره، شاید دلسوزانه ترین رفتارها رو داشته باشه، اما اینی که یک نفره به نظر من هم به خود اون شخص فشار زیادی میاد، هم نتیجه کار قابل قبول نیست برای افرادی که تو اون سیستم کار میکنن. الان آقای دبیر به نظر من تعامل بیشتری داره حالا با آدمایی که آدمای بیشتری رو به کار دعوت میکنه. دقیقاً دقیقاً دقیقاً، یعنی الان شما نگاه کنین آقای نصیرزاده جز رقیب انتخاباتیشون بودن، ولی الان توی فدراسیون شد یکی از رمزهای موفقیت فدراسیون باشه، که الان داره خیلی فعالیت میکنه توی سازمان لیگ و خیلی از کسای دیگه الان دارن با هم، الان یک تیم شاید همدل، آقای حمید سوریان، آقای بنا، آقای غلامرضا محمدی، خیلی دیگه که شما بهتر در جریان هستین. این به نظر من خیلی بهتر، حالا امیدوارم نتیجه‌ش هم مشخص.
البته اینم بگم که آقای خادم واقعا زحمت کشیدن برای ورزش کشتی، خیلی زحمت کشیدن بدون هیچ کوچکترین چشم داشتی، از تمام وجود مایه گذاشتن که هم کشتیگیرا هم کشتی ایران پیشرفت کنه. نتایج خیلی خوبی هم کسب کردن و همیشه کشتی و کشتیگیرا مدیونشون هست. بله، هر کس به هر حال نقاط ضعف و قوتی داره و به نظر این نکته که گفت در مورد تیمی کار کردن نکته خیلی مهمیه دیگه. بله. کل دنیا الان به هر حال باید با برنامه ریزی و به هر حال تقسیم کار دقیقا. کارها بره جلو. دقیقا. مهمترین و قشنگترین ویژگی که دوست داری تو آدمای اطرافت ببینی چیه؟ صداقت. صداقت خیلی قشنگ به نظرم خیلی کم شده ها تو ایران که همه دوست دارن اینو، یعنی به هر کی میگی میگه دوست دارن اینو ببینن تو آدما. شاید مخالفتی نداره. نه. خیلی خوب شیروان، مرسی وقت گذاشتی. چیزی هست که من سوال نکردم تو دوست داری در موردش حرف بزنی؟ ممنون از شما. من از دوستانم اینجا تشکر میکنم، آقا احسان دیگه وقت مغازه‌شو گرفتیم و از طرف ما هم ازشون تشکر که به شما دادم خاطرش حتماً. من قولی که به شما داده بودم سریع از باشگاه اومدم اینجا که در خدمت شما. خیلی لطف کردین، واقعا بر ما ارزش داشت که وقت گذاشتین. مرسی شیروان جان. You are listening to Wrestling Podium Radio.